سلام بر شما به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. با من فریبا شیرازی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با مروری بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی هفته گذشته بی‌وقفه ادامه یافت. به گفته ناظران، دستیابی به یک تفاهم می‌تواند موفقیت بزرگی از منظر دیپلماسی باشد و حل کردن تمام این مسائلی که برخی طی 18 ماه و برخی نیز طی 12 سال گذشته موضوع مذاکره بودند، می‌تواند گامی بسیار مهم و رو به جلو محسوب شود. اما این موفقیت نهایی نیست. خبرنگاران در لوزان سوئیس در انتظار هستند تا شاید وعده طرف‌های مذاکره کننده برای انتشار بیانیه مطبوعاتی تحقق یابد که قرار است چارچوب توافق سیاسی میان دو طرف را اعلام کند. صبح روز پنجشنبه نیز هشتمین روز مذاکرات با انتشار پیام‌های امیدبخش و نگران کننده آغاز شد. در آغاز دومین روز پس از مهلت تعیین شده برای این دور از مذاکرات اتمی، خبرگزاری رویترز به نقل از محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از پیشرفت چشمگیر در نتیجه گفتگوهای اتمی شب گذشته خبر داد. آقای ظریف با این حال به خبرنگاران گفته به رغم این پیشرفت چشمگیر هنوز توافقی روی راه حل ها نشده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که چهره عمده مذاکره کننده فنی ایران است، پس از آخرین دور مذاکرهش با ارنست مونیس وزیر انرژی آمریکا گفت سپیده دم نزدیک است. به گفته آقای صالحی در گفتگوهای شب گذشته که تا ساعت آغازین بامداد پنجشنبه ادامه داشت، پیشرفت زیادی حاصل شده است. اشاره آقای صالحی به گفتگوی طولانی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده است که از ساعت پایانی چهارشنبه آغاز شد و تا 5:30 صبح امروز به وقت لوزان به طول انجامید. در نشست وزرای خارجه ایران و آمریکا، معاونان وزرای خارجه دو کشور و حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری نیز حضور داشتند. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی می‌نویسد موضوع مذاکرات چهارشنبه شب و پنجشنبه صبح کری و ظریف از جمله سرعت رفع تحریم‌ها علیه ایران است. موضوع دیگر مسئله اعمال محدودیت بر ظرفیت تحقیقات و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته ایران بوده است. خبرگزاری فرانسه نیز همزمان با آغاز مذاکرات امروز به نقل از یک دیپلمات آلمانی خبر داد که فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه این کشور سفر خود به حوزه بالتیک را که قرار بود امروز پنجشنبه انجام شود به دلیل ادامه مذاکرات در لوزان به بعد موکول کرده است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران گفته است اگر گفتگوها به نتیجه برسد، حاصل کار نه یک توافق بلکه یک بیانیه مطبوعاتی مشترک منتشر خواهد شد که در آن درباره حصول راه حل ها برای مسائل کلیدی و نیز لزوم تداوم گفتگوها برای پیشبرد مذاکرات و نگارش متن توافق نهایی سخن گفته خواهد شد. امید به نتیجه رسیدن مذاکرات وقتی افزایش یافت که بنابر ارزیابی ناظران، جمهوری اسلامی ایران به طور تلویحی رفع تدریجی تحریم ها را پذیرفته. خبرگزاری ها می گویند معاون وزیر امور خارجه ایران تلویحاً تایید کرده که ایران از خواست رفع تحریم های سازمان ملل در حال حاضر صرف نظر می کند، مشروط به اینکه تحریم های اروپا و آمریکا علیه بانک مرکزی و نظام مالی ایران برچیده شوند. عباس عراقچی گفته است که ایران مصر است که در گام نخست تحریم های بین المللی علیه اقتصاد و نظام مالی ایران که خارج از سازمان ملل تصویب شدند برچیده شوند و چارچوب مشخصی برای رفع تحریم‌های سازمان ملل در آینده از همکنون تعیین شود. سایت العربیه نیز نوشته است مواضع جدید آقای عراقچی تغییر عمده در مواضع ایران است که برای خروج از بن‌بست در مذاکرات اتمی با قدرت‌های جهانی از سوی این کشور اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد معنای سخن عباس عراقچی این است که جمهوری اسلامی ایران و به ویژه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نرمش فوق‌العاده‌ای از خود
خود نشان دادند تا آنجا که رهبر جمهوری اسلامی تا کنون رفع تحریم‌های سازمان ملل را شرط ادامه گفتگوها اعلام کرده بود. آقای عراقچی پیش از این گفته بود نگارش متن توافقنامه از مدت‌ها قبل آغاز شده است. حملات هوایی عربستان و دیگر کشورهای منطقه به مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی در حال وارد دومین هفته خود شده است که سازمان ملل از افزایش تلفات غیر نظامی ها در یمن ابراز نگرانی کرده است. ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن که به عربستان رفته است هفته گذشته خواستار عملیات زمینی نیروهای کشورهای عرب منطقه به یمن شد. یک سخنگوی نظامی عربستان اما اعلام کرد تنها در صورت ضرورت از نیروی زمینی برای عملیات علیه شبه نظامیان حوثی در یمن استفاده خواهد شد. در حالی که حملات کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی به مواضع حوثی ها در یمن ادامه دارد، سازمان ملل از افزایش تلفات غیرنظامی ها در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در پی تأیید کشته شدن دست کم 40 نفر در حمله هواپیماهای ناشناس به اردوگاه المزروق در شمال یمن، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که تحت قوانین بین المللی تمامی طرفهای جنگ ملزم به حفاظت از جان و امنیت غیرنظامیان هستند. بمباران اردوگاه المزروق روز دوشنبه صورت گرفت و به گفته امدادگران دست کم 200 تن دیگر نیز در این حمله زخمی شدند که وضع برخی از آنان وخیم گزارش شده است. اردوگاه المزروق در نزدیکی مرز یمن و عربستان واقع شده و فراریان از جنگ به منظور برخورداری از امنیت بیشتر به این منطقه گریختند. سخنگوی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان گفته است که در مورد عاملان این حمله تحقیقاتی به جریان افتاده است. منابع نزدیک به ایران عربستان سعودی را عامل حمله به این اردوگاه دانستند. این در حالی است که وزیر خارجه یمن با اشاره به اینکه پناهجویان مخالف سلطه انصار الله بر شهرهایشان بودند و حوثی‌ها مسئول آسیب دیدن آنها هستند. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن روز سه‌شنبه 31 مارس همچنین در گفتگو با شبکه خبری الحدث خواستار دخالت نیروی زمینی کشورهای عربی در عملیات طوفان قاطع شد. این مقام یمنی که در ریاض به سر می‌برد گفته که پاسخ ائتلاف عربی نسبت به درخواست وی مثبت بوده است. وزیر خارجه یمن نیروهای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری پیشین یمن را به بمباران اردوگاه پناهندگان المزروق متهم کرد. آقای یاسین ادعا کرده است که اکثر حملات علیه غیرنظامیان از سوی حوثی‌ها و صالح صورت می‌گیرد. آقای یاسین در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره نقش سپاه پاسداران و ایران گفته است قاسم سلیمانی در یمن حضور دارد. وی گفته است که نیروهای سپاه پیش از این مخفیانه در یمن کار می‌کردند اما اکنون به طور علنی به فعالیت می‌پردازند. در گزارش دیگر منابع نزدیک به عربستان سعودی از ادامه حملات هوایی در شب و روز گذشته خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها نیروی دریایی عربستان سعودی برای نخستین بار وارد عملیات نظامی شده و مواضع حوثی‌ها را در بندر الهدیده در غرب این کشور مورد حملات خود قرار داده است. سرتیپ احمد عسیری مشاور وزیر دفاع پادشاهی سعودی اعلام کرد نیروی دریایی این کشور همه منافذ ورودی دریایی یمن را برای جلوگیری از قاچاق سلاح تحت کنترل خود گرفته است. عربستان سعودی اعلام کرده است که عملیات طوفان قاطع را تا زمانی که حوثی‌ها صنعا پایتخت را تخلیه کرده و آرامش به یمن بازگردد ادامه خواهند داد. در همین حال منابع نزدیک به ایران از درگیری شدید میان نیروهای جنبش انصارالله و ارتش یمن با نیروهای ارتش سعودی در مرز دو کشور گزارش دادند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان شمال یمن و منبع قبایلی و عشایری این کشور همزمان با وقوع درگیری‌های شدید که با تبادل راکت، موشک و گلوله توپ همراه بود، بالگردهای سعودی نیز در مناطق مرزی یمن به پرواز درآمدند. در حالی که درگیری‌ها در یمن ادامه دارد، بار دیگر مقام‌های عربستان سعودی ایران را به دخالت در یمن متهم کرده‌اند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی ایران را به ادامه سیاست صدور انقلاب متهم کرده است. وی روز سه‌شنبه همچنین گفت ما جنگ طلب نیستیم اما برای جنگ آماده ایم. به گزارش العربیه
وزیر خارجه سعودی با اشاره به اینکه حوثی‌ها و نیروهای صالح با کمک ایران در یمن دست به تخریب می‌زنند، اظهار داشت که عملیات طوفان قاطع تا تحقق اهداف خود ادامه خواهد یافت. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته اعلام کرد به تعلیق ارسال کمک نظامی و تسلیحاتی به مصر پایان داده است و این کمک ها به زودی اثر گرفته می شود. واشنگتن کمک نظامی به مصر را اثر می گیرد. دولت آمریکا اثرگیری کمک نظامی به مصر را یک روز پس از آن اعلام کرده که فرماندهان ارتش آمریکا از حمایت آمریکا از تشکیل نیروی نظامی مشترک عربی خبر داده بودند. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد به تعلیق ارسال کمک نظامی و تسلیحاتی به مصر پایان داده است که دو سال پیش در پی وقایع خونبار سرنگونی محمد مرسی شکل گرفته بود. کاخ سفید آمریکا میگوید باراک اوباما رئیس جمهوری آن کشور در حالی که قاهره را به انجام اصلاحات سیاسی تشویق میکند ارسال تسلیحات را از سر گرفته و برخی تغییرات دیگر در روابط نظامی با این همپیمان دیرین خود ایجاد می کند. واشنگتن در تاریخ 17 مهر ماه 1392 ارسال بخشی از سلاح‌ها و کمک‌های نظامی و مالی خود به مصر را در پی خشونت‌ها در آن کشور که با سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری برآمده از اخوان المسلمین شکل گرفته بود متوقف کرد. در این میان ارسال تجهیزات و تسلیحات موشک‌های هارپون یا قطعات تانک‌های M1 E1 و نیز 260 میلیون دلار کمک مالی متوقف شده بود. به گزارش رویترز به نقل از برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، اوباما ارسال 12 فروند هواپیمای F-16، 20 موشک هارپون و 125 قطعه از تانک‌های M1 E1 را آزاد کرده است. خانم میهان گفته است این تصمیم در راستای امنیت ملی آمریکا گرفته شده است. این تصمیم پس از آن اعلام شد که باراک اوباما و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر تلفنی گفتگو کردند. در این گفتگوی تلفنی آنها در مورد شرایط و تنش‌ها در منطقه نیز صحبت کردند. مصر در کنار عربستان سعودی از جمله کشورهایی به شمار می‌رود که به نبرد با شورشیان حوثی در یمن می‌پردازد. بنابر گزارش‌ها حوثی‌ها از پشتیبانی ایران برخوردارند. مقام های رسمی در تهران دخالت در اوضاع یمن را رد می کنند. به گفته واشنگتن، آمریکا قصد دارد روش ارسال کمک های نظامی خود به مصر را با تمرکز بر مبارزه علیه تروریسم، امنیت مرزها، امنیت دریایی و امنیت صحرای سینا، جایی که شبه نظامیان وابسته به حکومت اسلامی حضور دارند، مدرنیزه کند. تا دو سال پیش کل کمک‌های آمریکا به مصر مبلغی نزدیک به 1.3 میلیارد دلار را بالغ می‌شد. باراک اوباما گفته است بار دیگر از کنگره آن کشور خواهد خواست این مبلغ را به مصر اختصاص دهد. اما به گفته کاخ سفید، واشنگتن از سال مالی 2018 فروش اعتباری تسلیحات به مصر را متوقف می‌کند. آمریکا از زمان صلح میان مصر و اسرائیل در پایان دهه 70 میلادی سده گذشته به مهمترین کشوری برای مصر تبدیل شد که کمک‌های نظامی و مالی گسترده‌ای را در اختیارش گذاشته است. همزمان خبرگزاری‌ها به نقل از روزنامه کویتی الرای اعلام کردند که ارتش مصر 2000 چتر‌باز را به بندر المخا از توابع استان تعز در یمن اعزام کرده است. روزنامه الرای نوشته است که ارتش مصر شمار دیگری از نیروهای خود را نیز در تنگه راهبردی باب المندب برای حفاظت از این تنگه مستقر کرده است. خبرگزاری آناتولی ترکیه به نقل از یک مقام مسئول که خواست نامش فاش نشود اعلام کرد که نیروهای مشترک عرب در نظر دارند راه ورود جنبش انصار الله به بندر المخا یا تنگه باب المندب را ببندند تا آنها نتوانند بر این دو منطقه مسلط شوند. محمد بوهاری، نامزد مخالفان و حاکم نظامی سابق نیجریه در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پیروزی رسید. بلافاصله پس از اعلام پیروزی آقای بوهاری، گودلاک جاناتان شکست در انتخابات را پذیرفت و به بوهاری و هوادارانش تبریک گفت.
حزب کنگره پیشروهای نیجریه APC به رهبری محمد بوهاری روز سه‌شنبه 11 فروردین ماه اعلام کرد حاکم نظامی سالهای دور نیجریه بر گودلاک جاناتان رئیس جمهور کنونی این کشور پیروز شده است. گودلاک جاناتان در پیامی مکتوب خطاب به هوادارانش در نیجریه اعلام کرد که در تماسی تلفنی پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری را به محمد بوهاری تبریک گفته و اگرچه هنوز نتایج رسمی انتخابات اعلام نشده شکست را پذیرفته است. محمد بوهاری با اختلاف بیش از 2 میلیون رای پیروز انتخابات شد. لای محمد سخنگوی حزب کنگره پیشروها در گفتگو با رویترز گفت این نخستین باری است که دولت مستقر در نیجریه صرفاً با رای مردم و از راه‌های کاملاً دموکراتیک از قدرت برکنار می‌شود. حالا همه جا سخن از این است که مردم نیجریه بار دیگر قدرت را در دست گرفتند. به گفته لای محمد، گودلاک جاناتان به خاطر پذیرش شکست قهرمان باقی می‌ماند و تنش‌ها هم در نیجریه به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. محمد بوهاری 72 ساله که از ژنرال‌های ارتش بود و نخستین بار 3 دهه پیش در پی کودتای نظامی به قدرت رسید، با کمپین انتخاباتی گسترده‌ای که تمرکزش بر مقابله با فساد سیاسی در نیجریه بود، توانست اکثریت آرا را به دست آورد و به پیروزی برسد. او در فاصله سالهای 1983 تا 85 حاکم نیجریه بود. رئیس جمهور آینده نیجریه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که از پیروزی خود مطمئن است و از مردم به خاطر اعتمادشان تشکر می کند. پیروزی اون نشانه است از رویگردانی افکار عمومی نیجریه از گودلاک جاناتان و حزب دموکراتیک خلق PDP که در 5 سال گذشته بر این کشور حکومت کرده است. دولت او رسوایی های متعدد اقتصادی و سیاسی را به وجود آورد و با انتقادات گسترده ای برای مجال دادن به رشد و گسترش افراط‌گرایان بوکو حرام روبروست. این نخستین بار در تاریخ نیجریه است که یک رئیس جمهور حاکم در انتخابات شکست می‌خورد. هواداران ژنرال بوهاری حالا به خیابان‌های شهرهای گوناگون نیجریه ریختند و پیروزی در تنگاتنگ‌ترین رقابت تاریخی نیجریه را جشن گرفتند. بررسی نتایج اولیه انتخابات نیجریه نشان می‌دهد که محمد بوهاری در 19 ایالت از 36 ایالت به پیروزی رسیده، در حالی که گودلاک جاناتان آرای اکثریت را تنها در 14 ایالت به دست آورده است. محمد بوهاری در 3 انتخابات گذشته ریاست جمهوری هم نامزد شده بود، اما هیچگاه به پیروزی نرسید. حزب دموکراتیک خلق از سال 1999 که حکومت نظامیان بر بزرگترین اقتصاد قاره آفریقا پایان یافت، بر نیجریه حکم رانی می کرد. فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران همچنان ادامه دارد. حسین میردامادی، پدر سراج الدین میردامادی، از نیاز فوری پسرش به درمان خبر داده. او میگوید که در پاسخ به پیگیری‌ها برای درخواست مرخصی به آنها گفته شده، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بخشنامه داده که به زندانیان سیاسی مرخصی داده نشود. حسین میردامادی از حرکت ترکش باقی مانده از جنگ ایران و عراق در بدن سراج الدین میردامادی و نیاز این روزنامه نگار و فعال سیاسی به جراحی خبر داده و میگوید که تاکنون اقدامی در این راستا صورت نگرفته و تقاضا و پیگیری خانواده او برای مرخصی و انجام جراحی نتیجه‌ای نداشته است. او میگوید که در پاسخ به پیگیری‌ها به آنها گفته شده که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، بخشنامه داده که به زندانیان سیاسی مرخصی داده نشود. سید سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی اصلاح طلب، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و معاون ستاد انتخاباتی وزارت کشور در دولت سید محمد خاتمی، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از فرانسه به ایران بازگشت که دستگیر و پس از بازجویی‌های مکرر روز شنبه 18 اردیبهشت سال گذشته بازداشت و به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی متهم شد. آقای میردامادی به 3 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده و در حال حاضر در حال سپری کردن محکومیت خود در زندان است. این فعال سیاسی که جانباز جنگ ایران و عراق است، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمانی خوبی ندارد. حسین میردامادی، پدر سراج میردامادی و دایی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبه با روز درباره وضعیت فرزندش توضیح می دهد.
سراج یک ترکش درشت در گردنش دارد که خیلی جای حساسی است. نزدیک نخاع است. ترکشی که از زمان جنگ باقی مانده و قبلا پایین تر بود ولی حرکت کرده و آمده بالا و خیلی وضعیت خطرناکی است، اما متاسفانه هیچ توجهی نمی شود. او می افزاید: در مقابل تقاضای مرخصی به ما گفته شد که آقای لاریجانی بخشنامه داده که به زندانیان سیاسی مرخصی ندهیم. این در حالی است که مجرمین اقتصادی و کلاهبرداران اقتصادی از مرخصی ایام نوروز برخوردار شدند. پدر سراج الدین میردامادی میگوید با دستبند و سرباز میفرستند بیمارستان، از این اتاق به آن اتاق و جلوی مردم. اینقدر سراج ناراحت میشود از این وضعیت. خب چرا این کار را میکنند؟ از آن طرف جایی که 180 نفر ظرفیت دارد 440 نفر را ریختند در شرایط غیر انسانی. واقعا اینها ظلم است. وی گفته وقتی بچه جوانی را، محسن رحمانی را، به جرم بلند کردن عکس میر حسین موسوی به 7 سال زندان محکوم می کنند و می برند زندان، به چه کسی دارند خدمت می کنند؟ این کجای عدالت اسلامی است؟ یکی دوتا که نیستند. ساجده عرب سرخی را ببینید، بقیه بچه های سیاسی را ببینید، اینها چه جرمی داشتند جز دلسوزی برای کشور و انتقاد؟ عجیب است در چنین وضعیتی روحانی هم هیچ کاری نمی کند. در حالی سکوت کرده که خودش این بچه ها را دعوت کرد که به کشور برگردند. او با اشاره به انتقادات و مصاحبه های سراج الدین میردامادی می گوید باید به خاطر شجاعتی که داشته و مصاحبه های منطقی و معقول و انتقادهای سازندهی که کرده او را تشویق کنند، نه اینکه بیاندازند زندان. حسین میردامادی می افزاید حتی رسانه ای اینجا نیست که صدای ما را بشنود، درد ما را بشنود و بنویسد. بعد به سراج میگویند چرا پدرت با رسانه های خارج از کشور مصاحبه کرده؟ شما بگویید چه بکنیم؟ یک جانباز را گرفتند، زندانی کردند، زن و بچه اش را آواره کردند و چه ظلمی بالاتر از این؟ من واقعا تعجب میکنم از مراجع تقلید که چرا سکوت کردند؟ چرا نمیگویند خلاف شرع است؟ چرا نمیگویند این بچه ها به انقلاب خدمت کردند و آقایان به اسم اسلام و انقلاب تیشه به ریشه اسلام و انقلاب میزنند؟ بیایید یک رفراندوم بگذارید ببینید چند درصد مردم از عملکرد شما راضی هستند و چند درصد ناراحت. با دیکتاتوری و خفقان که نمیشود کشور اداره کرد. در هفته گذشته و همزمان با نشست‌های هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در لوزان سوئیس، قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر کاهش یافت. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف پیش‌بینی کرد که برداشته شدن تحریم‌ها غول نفتی خفته ایران را بیدار می‌کند و ورود نفت‌های ذخیره شده ایران به بازارهای جهانی ممکن است کاهش بیشتر قیمت‌های جهانی نفت را به دنبال داشته باشد. در روزهای گذشته همزمان با فرارسیدن موعد ضرب العجل توافق هسته‌ای میان ایران و غرب، قیمت نفت در بازارهای جهانی بار دیگر کاهش یافته است. بنابر اعلام خبرگزاری رویترز، قیمت نفت روز سه‌شنبه در بازارهای جهانی به کاهش خود ادامه داد، زیرا ایران و 6 قدرت جهانی به سرعت مذاکرات برای رسیدن به یک توافق اولیه افزودند، توافقی که میتواند به لغو تحریم‌ها منجر شده و اجازه صادرات بیشتر نفت را به ایران بدهد. تحلیلگران بانک استرالیا و نیوزلند در یادداشتی اعلام کردند ایران به میزان قابل توجهی نفت خام ذخیره کرده است و میتواند بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها صادرات نفت خود را افزایش دهد. نهادهای درگیر در صادرات نفت میگویند به دلیل تحریم‌های غرب که مانع فروش نفت شده، ایران دست کم 30 میلیون بشکه نفت خام در تانکرهای بزرگ نفتی خود ذخیره دارد. قیمت نفت برنت دریای شمال در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در بازار لندن 35 سنت کاهش یافت و به 55.94 دلار در هر بشکه رسید. دیروز دوشنبه نیز قیمت نفت برنت 12 سنت کاهش داشت. قیمت نفت خام آمریکا نیز که دیروز 19 سنت کاهش پیدا کرده بود، امروز در ساعت یاد شده با 56 سنت کاهش به 48 دلار و 12 سنت در هر بشکه رسید. پیش از این بیژن نامدار زنگنه گفته بود در صورت رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، میزان صادرات نفت ایران 1 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داشت.
همچنین برخی منابع اعلام کردند که ایران 30 میلیون بشکه نفت روی آبها ذخیره کرده است. گمان زنی ها بر این است که رفع تحریم ها نفت زیادی را از سوی ایران به بازارهای جهانی تزریق خواهد کرد. این در حالی است که چند روز پیش هفته‌نامه نیوزویک اعلام کرد که ایران با برداشته شدن تحریم ها تنها 300 هزار بشکه صادرات نفت خود را و آن هم در نیمه دوم سال جاری افزایش خواهد داد و سیر صادرات به راه نمی افتاد. همزمان صبح امروز رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران گفت طی چند ماه اخیر جنگ نفتی ائتلاف غرب و عربستان برای کاهش قیمت نفت برای ضربه زدن به اقتصاد ایران جواب نداد. علی مروی رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته است در شرایطی که حتی قیمت نفت به کمتر از 50 دلار هم رسید، دولت توانست این کسری بودجه را از منابع مختلف جبران کند. بنابراین ما برای هر شرایطی آمادگی داریم. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف از نتایج توافق هسته‌ای پیامدهای مشابهی را برای بازار نفت جهان برداشت می‌کند. این روزنامه پیش‌بینی می‌کند که برداشته شدن تحریم‌ها غول نفتی خفته ایران را بیدار می‌کند. این گزارش می‌افزاید که تهران به دلیل تحریم‌ها از بازارهای بین‌المللی محروم و از دستیابی به فناوری و سرمایه‌گذاری لازم برای افزایش حجم تولید نفت خود منع شده است. ولی این کشور 9% ذخایر نفتی اثبات شده جهان را در اختیار دارد و انعقاد یک توافق هسته‌ای می‌تواند میادین نفت این کشور را به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی بکشاید. این گزارش خاطر نشان می‌سازد که هر گونه افزایش صادرات نفت ایران می‌تواند موجب کاهش بیشتر قیمت‌ها شود و ممکن است امضای توافق هسته‌ای حتی قیمت‌ها را به هر بشکه 20 دلار کاهش دهد. اما 13 به در از آیین‌های کهن نوروزی است. این سنت پایان سلسله جشن‌هایی است که از چهارشنبه سوری آغاز می‌شود، با نوروز به اوج خود می‌رسد و در روز 13 ماه فروردین ماه پایان می‌یابد. در مراسم 13 به در ایران آیین‌های مختلفی برگزار می‌شود. سنت سبز گره زدن یکی از این رسوم است که همچنان در بین جوانان پرطرفدار است. امسال اما مقام‌های انتظامی و گردشگری در ایران از اتخاذ تدابیر ویژه برای برگزاری مراسم 13 به در شهرهای بزرگ ایران خبر دادند. مقام‌های انتظامی و گردشگری در ایران از اتخاذ تدابیری برای برگزاری مراسم 13 به در شهرهای بزرگ ایران خبر دادند. تندروها در ایران از کاربرد واژه 13 به در اجتناب می‌ورزند و در تریبون‌های رسمی از 13 به در به عنوان روز طبیعت نام برده می‌شود. جلال ملکی سخنگوی آتشنشانی تهران صبح امروز در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره آخرین اقدامات آتشنشانی در روز 13 فروردین یا روز طبیعت گفت فردا در روز طبیعت تعداد کثیری از شهروندان تهرانی در پارک‌ها، بوستان‌ها و فضای سبز پایتخت حضور دارند که ممکن است این حضور یک سری مخاطراتی نیز داشته باشد. آقای ملکی گفته است آتش نشانی تمهیدات ایمنی و لازم را در نظر گرفته است و علاوه بر آماده باش 116 ایستگاه آتش نشانی، آتش نشانان در 225 نقطه از پارک ها، بوستان های شهر، فضای سبز و جنگل های حاشیه‌ای با انواع موتورسیکلت و خودرو حضور دارند. آقای ملکی با اشاره به اینکه در مجموع 600 نفر از آتشنشانان در قالب اکیپ‌های مختلف در فضاهای سبز پایتخت برای جلوگیری از حادثه حضور دارند گفت در بوستان قوچک که به زودی به بهره برداری می‌رسد و شهروندان می‌توانند در آن بوستان نیز حضور داشته باشند 20 اکیپ همراه 50 آتشنشان و 50 نفر آتشنشان داوطلب حضور دارند. سخنگوی سازمان آتشنشانی شهر تهران گفت بعضی از مدیران ارشد و عملیاتی با خودروهای سازمانی برای بررسی اوضاع و ایمنی شهروندان در سطح پایتخت مشغول به گشت زنی هستند. سخنگوی آتشنشانی تهران توصیه کرد در روز طبیعت از روشن کردن آتش در بوستانها و جنگلها جدن جلوگیری شود و حتما در جاهای مشخص شده نسبت به روشن کردن آتش اقدام کنند. همزمان و به گزارش ایسنا، ستاد مرکز هماهنگی خدمات سفر نیز از مردم خواسته است در روز 13 به در مسیرهای نزدیک به شهرها را انتخاب کنند.
در اطلاعیه ستاد مرکز هماهنگی سفر گفته شده است با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی نوروز به مسافران و گردشگرانی که قصد سفر دارند توصیه می شود استانهای همجوار محل اقامت خود را برای سفر انتخاب کنند تا هنگام تردد در مسیر رفت و برگشت با ازدحام تردد در محورهای مواصلاتی مواجه نشوند. این اقدامات احتیاطی در حالی برشمرده شده است که امسال تندروها از ابراز سخن علیه آیین 13 به در خودداری کردند. سال گذشته برخی چهره های نظام همزمانی آیین 13 به در با سالگرد مرگ فاطمه دختر پیامبر اسلام را بهانه قرار داده و طی فراخوان‌هایی از مردم خواسته بودند که از برگزاری مراسم 13 به در که جشن شادی در دامان طبیعت است خودداری کنند. از جمله احمد خاتمی یکی از چهره‌های تندروی اسلامی آن را خرافه خوانده و گفته بود که این مراسم در شأن ایرانیان نیست، اما تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها حاکی از استقبال مردم از این مراسم بود. امسال نیز مانند سال‌های گذشته مردم در تدارک گذراندن روزی شاد در دامان طبیعت هستند، مراسمی که رهبران مذهبی ایران تاکنون نتوانسته است ایرانیان را از برگزاری آن باز دارند. با پیروزی انقلاب اسلامی تلاش گسترده‌ای توسط روحانیون حاکم انجام گرفت تا اعیاد و بزرگداشت‌های اسلامی جای خود را به جشن‌های ایران باستان بدهد، اما این تلاش‌ها تاکنون ناکام مانده است. در این قسمت از برنامه سری می‌زنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به تحولات هفته گذشته این کشور. در مرور هفتگی رویدادهای منطقه و ترکیه باید اشاره کرد به تنش لفظی میان مقامات ترکیه، ایران و مصر پیرامون بحران یمن، دستگیری چند تبع انگلیس در ترکیه، همینطور قطعی بی‌سابقه برق در این کشور و ابهام‌های پیرامون این اتفاق و نهایتاً حادثه گروگانگیری خونبار در استانبول. اما یمن آوردگاه تازه‌ای شد تا رجب طیب اردوغان نسبت به سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه اعتراض شدید و لحنی داشته باشه. او از مقامات ایرانی خواست به توسعه طلبی خود در منطقه پایان بدن، چرا که چنین سیاست‌های کشورهای منطقه رو به سطوح درآورده. اما وقتی در واکنش به سخنان اردوغان دو نماینده مجلس ایران خواستار لغو سفر اردوغان به ایران شدند، این اردوغان بود که با لحنی تندتر می گفت این مسئولان در جایگاهی نیستند که برای این سفر تعیین تکلیف بکنند و این ما هستیم که تصمیم می گیریم به ایران برویم یا نرویم. اگرچه رسانه های دولتی در ایران سخنان اردوغان رو با تلطیف خاصی بازتاب دادن، اما واژگان هشداری اردوغان رو به طور روشن می شد در شبکه دولتی این کشور دید. هنوز این تنش به پایان نرسیده بود که از آن سو نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در اجلاس اخیر این اتحادیه در شرم الشیخ ترکیه، ایران و اسرائیل رو متهم به مداخله در امور کشورهای منطقه کرد. وزارت خارجه ترکیه که از این موضع‌گیری دبیرکل اتحادیه عرب برآشفته بود در بیانیه اعلام کرد سخنان نبیل العربی موضع کشورهای عربی نیست، بلکه منعکس کننده سیاست‌های کشور خودش یعنی مصر هستش. می‌دونیم از زمان سقوط دولت اسلامگرای محمد مرسی روابط ترکیه و مصر تیره شده. اما این هفته در اتفاقی نادر شبکه برق سراسری ترکیه به یک بار قطع شد و بخش بزرگی از ترکیه یک روز بحرانی رو طی کرد. کارشناسان خسارت ناشی از قطعی یک روز برق در ترکیه رو $1 میلیارد برآورده کردن. مبهم بودن دلیل این اتفاق کم سابقه گمان زنی ها در مورد احتمال حمله سایبری و تروریستی رو افزایش داد. اگرچه اتاق مهندسی برق ترکیه با صدور بیانیه نقص فنی رو دلیل این اتفاق میدونست، اما بسیاری از کارشناسان معتقد بودن زیر ساخت های نیروگاه ترکیه به شکل مطلوبی بهینه سازی نشده. اما اشاره بکنم به عملیات گروگانگیری یک گروه تروریستی چپگرا در ترکیه موسوم به جبهه آزادی بخش خلق‌ها که شامگاه سه‌شنبه دادستان دادگاه شهر استانبول رو به گروگان گرفتن. این دادستان در واقع مسئول رسیدگی به پرونده برکین الوان، نوجوان 15 ساله ترک بود که 2 سال پیش در جریان اعتراضات پارک گزی کشته شده بود. گروگانگیرها از دولت می‌خواستند که ماموران پلیس به عنوان قاتلان برکین الوان معرفی و مجازات بشن. پایان گروگانگیری با مرگ دادستان و 2 فرد گروگانگیر همراه بود.
و نهایتاً این هفته 9 شهروند انگلیسی که قصد داشتن از طریق مرزهای ترکیه وارد سوریه بشن و به گروه تروریستی داعش ملحق بشن توسط نیروهای نظامی ترکیه بازداشت شدن. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس iranfardalive.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا درودی دیگر، بدرود.